مصاحبه ای رو دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی که واقعا فکر میکنم یکی از پرسانسورترین تلویزیون های جهان باشه. همه تلویزیون ها رو من ندیدم، ولی از اینجا میفهمیم که یه تلویزیونی سانسور چی هست یا نه. میگوین تلویزیون دورنما، یعنی آینه یک جامعه است. این جامعه امریکا یا به خصوص جامعه استرالیا رو که من بیشتر باش آشنا هستم، واقعا وقتی که میشینید جلوی تلویزیون مثلا کانال 9، کانال 7، کانال 10، انگار که تو جامعه اید. هیچ چیزی جدا از اون چیزی که در جامعه میگذره درش نمیبینید، یا خیلی کم میبینید، اگر اونم توی مسائل خیلی حساس ممکنه یه مقدار تفاوت کنه. اما زندگی روزمره آدم ها دقیقا همون جور که انجام میشه. لب ساحلشون چه خبره، چقدر لختن، چقدر لخت نیستن، ورزشکاراشون چیکار میکنن، آبجو زیاد میخورن، آبجو کم میخورن، همدیگر میزنن، همدیگر دوست دارن، هر چی که تو جامعه هست تو این تلویزیون هم هست. چون چیز پوشیده‌ای در جوامع دموکراتیکی که رسانه ها آزادند اصلا نمیتونه باشه، یا خیلی کم باید باشه. اما مطلبی که دیدم و باعث شد که فوتبال بذاریم در رده بعد، گفتم یه تلویزیونی که همه چیز رو سانسور میکنه، یک دفعه اومده دو تا آدمی که به دلیلی حالا با هم اختلاف دارند، اما هر دو از شاخصهای رشته وزنه‌برداری ما هستند، هم بهداد سلیمی و هم کوروش باقری، اینا رو آورده توی برنامه و اینا با هم هم دلخور بودن. معلوم بود که مسائلی بینشون مطرح می شود، اونم مسائلی که مسائل حاد عمومی نیست، مسائلی است که مثلا بهداد میگوید که کوروش باقری به ما توهین میکنه یا با لحن بد صحبت میکنه، و کوروش هم میگه نه من این کار نکردم. یعنی یه مسئله کاملا خصوصی بین این دو نفر، ولی اینو میاره توی تلویزیون و خب مصاحبه هم داغ میشه، مجری برنامه هم که دائم میخنده وسط کاری که داره انجام میده، و دو تا آدم شاخص ورزش ما رو به نوعی اعصابشون خردتر میشه و نسبت به هم چی میگن، با جسارت بیشتری یا با خلاصه حالت بدی صحبت میکنن. فکر میکنم که با این شرایط نمیشه با آقای باقری کار کرد. چه جوری؟ با این شرایط، با این وضعیت نمیشه. آقای باقری اومدن دارن فکر میکنن. کلا سر خودت میره. خب چرا کلا سر من میره؟ حیفه، میتونی بعد از اینم باز قهرمان بشی. مطمئن باشی من غیر از آقای باقری هم میتونم و با آقای باقری هم میتونم. خب حالا به حرف من گوش بدید. همون آره، نه همون. شما به حرف من گوش بدید. من دارم میگم با آقای باقری هم میتونم، ولی نه با این شرایط، نه با اینکه بخواد با خدای نکره با بددهنی و توهین. و چند بار قبل از المپیک من با شما سجاد فلانی چند بار با هم بحثمون شد؟ اصلا بحث نکردید. چرا؟ چند بار با هم بحثمون شد؟ چرا؟ چرا چند باری با هم بحث؟ خب حالا اینا حالا بحثایی که به متأسفانه که هدف من واقعا سر چهار باشه. ببینید من همه حرفام این مصاحبه جز این که دو تا آدم شاخصه وزنه برداری ما رو به رو در روی هم قرار بده، اون میگه تو دروغ میگی، اون بگه تو دروغ میگی، چه حاصلی داشته؟ اما وقتی نگاه میکنید میبینید تمام این بچه‌هایی که در بازی‌های المپیک توفیقی به دست آوردن، که در صدر اونها محمد بنا هست، با یک فاصله نسبت به بنا بهداد سلیمی هست، بعد امید نوروزی هست، بعد احسان حدادی هست، اینا تمام دلگیر و دلخورن به نوعی. یعنی شرایط آدم احساس میکنه که مثل که تعمدی در کاره. بنا کنار، امید نوروزی کنار، احسان حدادی گفته دیگه برای اصلا تیم ملی نمیخواد پرتاب دیسک بکنه. دوستان عزیز، مگه اصلا این ولایت ما چقدر قهرمان المپیک داره؟ حتما شما در جریان هستید، حداقل اونا که ورزش رو دنبال میکنند، در کشورهای پیشرفته، کشورهای دموکراتیک، چهره‌ای که مدال طلای المپیک رو میبره، میبره دیگه، میره تو دل و جان و روح اون کشور. یعنی همیشه به عنوان به قول انگلیسا اولمپیک چمپیون ازش نام میبرن. مگه شوخی بهداد سلیمی کاری که کرده؟ مگه هر روز شما میتونی یه بهداد سلیمی درست کنی؟ و این موضوع، ببین آقای بهداد سلیمی خیلی جوونه، قهرمانه، ولی خب هنوز جوونه،
رئیس فدراسیون آقای رضازاده است که علارغم اینکه او هم قهرمان بزرگی بوده، به خاطر یه سری مسائل سیاسیش و به خاطر عدم تجربه مدیریتش نتونسته این موضوع رو جمع و جور بکنه و حالا میای یه قهرمان المپیکی که هر جای دیگه دنیا بود. من فکر میکنم این بهداد سلیمی اگه مثلا فرضاً تو استرالیا بود قهرمان جهان شده بود، فقط شاید ما چندین میلیون از تبلیغ مثلا سریال و نمیدونم شیر پاستوریزه و اینا میتونست دریافت بکنه، غیر از اینکه حالا سپانسرهای مختلفی رو پیدا میکرد. ولی من این مصاحبه رو متوجه نشدم که اصلا برای چی اینا رو جلوی همینجوری آوردن، اونم تلویزیونی که راجع به مسائل 1,000,000 برابر از این مهمتر برای کل جامعه اصلا از این کارا نمیکنه. شما بیار مثلا فرض کن آقای لاریجانی رو بذار با آقای چه میدونم خاتمی مثلا با هم دیگه بحث کنن، مثلا آقای خاتمی که احتمالاً چیزی نمیگه، حالا تاج زاده به فرض یا یکی دیگه، اونا بیان مسائلشون رو بگن. من امیدوار هستم که کوروش باقری و بهداد سلیمی جدای از تمام این مسائل با هم دیگه چی کنن؟ دوستانه برخورد بکنن و به خصوص بهداد، قهرمانی است که حالا سالیان سال میتونه مدال بگیره با این رکوردهای بی‌نظیر و کم نظیری که داره، و حیفه که اینجوری محمد بنا رو که از دست دادیم به نوعی، احسان حدادی رو که داریم از دست میدیم به نوعی، کشتی فرنگیمون هم که اینجوری کردن. شنیدم آقای رنگرز گفته که در کشتی آزاد آقای ابراهیم جوادی رو فرستاده بودن، که من یه یادداشتی داشتم از این موضوع بعد، آقای ابراهیم جوادی رو فرستاده بودن که در آسیا سمتی رو بگیره، در انتخاباتش انتخاب نشده آقای جوادی، چون در به هر حال گرفتن پست ها فقط سابقه مثلا مدال داشتن اینا فقط مطرح نیست، میتونه یه پوهن خوب باشه که ابراهیم جوادی عزیز اینا رو داشته ولی انتخاب نشده. حالا نایب رئیس فدراسیون اومده گفته اینا حق کشی کردن، از قبل صحنه سازی کردن، نمیدونم فدراسیون کشتی آسیا بی ارزه است، با به فیلا شکایت میکنیم. آقا شما به من نشون بده یه رفیق داشته باشی یه جای این دنیا، شما رو نمیگم آقای رنگرز، کل این مجموعه رو میگم، جز اونایی که باج میگیرن یا از ما پول گیرشون میاد، تازه اونا هم خیلی وقتا به نفع ما رأی نمیدن. این تقصیر جوادی و کنفدراسیون آسیا نیست، این تقصیر این است که شما بلد نیستید با دنیا باید چجوری حرف بزنید، چجوری کنار بیاید. یه چند نفری هم که حالا یه پستایی رو گرفتن، شاید به احتمال زیاد بیشتر بار فنی و بار شخصیتی خودشون بوده که این کار کردن. یه تذکری هم میخواستم با آقای کوروش باقری بدم، یه درست که شما، من شنیدم که کوچ خوبی هستی و بهداد سلیمی هم اینو تایید کرد، گفت که آقای باقری کوچ خوبی هستند، اما شما هم فکر نکنید که با هر کی کار کنیم مثلا میتونیم بهداد سلیمی درست کنیم. نه، به خصوص تو یه سری رشته ورزش های انفرادی استعداد و پشتکار خود ورزشکار حرف اول رو میزنه، به خصوص استعدادش. اینجوری نیست که شما با مثلا 10 نفر بیایید 10 تا بهداد سلیمی درست کنی. ولی بهداد هم خوب بود که با مربیش روابطش رو تنظیم میکرد، حداقل روی آنتن و جلوی مردم این صحبت ها نباید زده میشد، این چون بحث خیلی بحث خصوصی بود. اگه مسئله اساسی در فدراسیون بود، نه مثلا مدیریت آقای رضازاده بود، خدمت شما عرض کنم رسیدگی به وزن بردارها بود، این مسئله عمومی بود. و اما اینی که یک مسئله شخصی بیاد، من خیلی باش موافق نیست.